یک نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری در گزارشی نوشته است که طالبان تمام قاضیان شیعه در افغانستان را برکنار کرده و اکنون در دستگاه قضایی این گروه هیچ قاضی شیعه حضور ندارد. نویسندگان گزارش با ارائه مصداق‌هایی نوشته‌اند که نظام قضایی افغانستان فروپاشیده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان قانون احوال شخصی شیعیان را لغو کرده و در حال حاضر دعواهای مدنی و احوال شخصی شیعیان را بر اساس فقه حنفی پیش می‌برد. در گزارش تازگی سازمان رواداری به موارد زیادی از برخوردهای تبعیض‌آمیز، شکنجه و ارعاب شهروندان در دادگاه‌های طالبان اشاره شده است. در این گزارش به صورت موردی به دعوای اهل تسنن با شیعیان بر سر مسجدی در منطقه دولتخانه هرات اشاره شده که دادگاه طالبان آن را به نفع اهل تسنن پیش برده است. در حالی که به باور نویسندگان گزارش شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده می کردند. این سازمان همچنین گفته که پس از تسلط طالبان نهادهای عدلی و قضایی از وجود نیروهای تخصصی و آموزش دیده تصفیه شدند. گفتنی است پیش از این نیز بارها از اعمال تبعیض و محدودیت علیه شیعیان که حدود یک چهارم جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند گزارش های متعددی نشر شده بود. برای بحث بیشتر در این باره دکتر عبدالواحد افضلی حقوقدان از ایتالیا با ما همراه هستند. جناب دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. آیا پیشبرد امور قضایی شیعیان افغانستان بر اساس فقه حنفی عادلانه و منطقی است؟ عرضم به حضور شما که اگر طالبان که به قدرت رسیدن قوانین دوره جمهوریت را ملغا نمی کردند و اون قوانین را اجرا می کردند، شاید می توانستیم بگوییم که به میزان کمتری می توانست که ناعادلانه باشه، اما امروز ما می دانیم که تقریبا قوانین دوره جمهوریت، قوانین اساسی و بنیادین دیگه وجود نداره و ملغا شدن که در رأس اونا قانون اساسی بود، که این قانون اساسی در اختلافات یا مسائلی که مربوط به مسائل احوال شخصی اهل تشیع میشد اجازه داده بود که بر اساس قوانین فقه جعفری به اختلافات رسیدگی شود و طبیعتاً در این چارچوب دادرسی صورت می گرفت. اما فعلاً وقتی قانون اساسی وجود نداره، طبیعتاً قانون عادی مثل قانون احوال شخصی هم دیگه وجود نداره و بنابراین اختلافات اهل تشیع نیست بر اساس قانون نه، بلکه بر اساس فقه حنفی رسیدگی میشه که در بسیاری از مسائل احوال شخصی ایجاد مشکل میکنه و ناعادلانه هست رسیدگی. عدالت در اینجا منظور ما این است که هر کس منازعاتش و به خصوص مسائل احوال شخصی بر اساس اعتقادات و باورهای طرفین دعوا باید که مورد حل و فصل قرار بگیره و طبیعتاً اگر حکمی صادر بشه و در این مورد و طرفین دعوا اون حکم اجرا نکنن به دلیل اینکه اعتقاد و باوری به اون ندارن، طبیعتاً منازعات حل نشده باقی میمونن و این به مرور زمان ایجاد مشکلات اجتماعی متعددی رو میکنه. بله آقای دکتر، حذف و نادیده گرفتن شیعیان افغانستان از نظام قضایی و سایر بخش ها چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ عرضم به حضور شما که در نظام فعلی اماراتی که به وجود اومده تقریبا قضاتی که در دوره جمهوریت بودن تقریبا همه قضات برکنار شدند و از جمله در بین اونا تعداد زیادی از قضات اهل تشیع بودند که این قضات علاوه بر مسائل احوال شخصی اهل تشیع در محاکم ابتدایی مثلا دیوانهای مدنی، تجارت، حقوق عمومی و امثال اینا به قضاوت می پرداختن و همه را حذف کردن، برخلاف آنچه که قبلا
گفته بودند که کارمندان دولت جمهوری را اخراج نکردند، اما عملا اونها به هیچ کدام از آنچه که گفتن عمل نکردند و پایبند نیستند. و طبیعتا حذف یکی از مذاهب عمده و اساسی جامعه افغانستان که مذهب جعفری هست، اهل تشیع، و همینطور مذاهب یا گرایش های دیگر تشیع هم که وجود دارد، اونها هم در کنار این به مرور زمان و با گذشت زمان ایجاد مشکلات اجتماعی را خواهد آورد، به دلیل اینکه گروه حاکم نه بر مبنای باورها و اعتقادات اسلامی، بلکه بر مبنای تفکرات تندروانه و بنیادگرایانه تصمیم میگیرد و این تصمیم گیری ها به مرور زمان دامنه های افراطیت آن به اندازه پیش خواهد رفت که مداخلات بیشتری را سبب خواهد شد. اگر امروز آنها اجازه نمی دهند که قضات شیعه در این نظام کار بکنند یا محاکم بر اساس مسائل احوال شخصیه یا فقه جعفری به منازعات مربوط به احوال شخصیه شیعیان رسیدگی بکنند، در آینده ما حتما شاهد خواهید بود که در سایر مسائل مذهبی مردم تشیع نیز مداخله خواهند کرد و این دخالت ها با گذشت زمان افزایش خواهد یافت. اگر که بازگشتی باشه شاید ما دیدگاهمون تغییر بکنه، ولی با وضعیت و نوع رفتار و تفکری که گروه حاکم دارند انتظار میره که مداخلات در امور یا مسائل احوال شخصی بیشتر بشه و محدودیت‌های بیشتری هم وضع بشه. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی که از ایتالیا با ما همراه بودند.